با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز جوناس تیوی، هموطنان عزیز، قبل از شروع صحبتم میخواهم در مورد تغییرات ساعات برنامه چند نکته ای را بیان بکنم. همچنان که در آغاز برنامه در قسمت اول برنامه گفتم، برای دوستانی که در آن قسمت برنامه را نشنیدند تکرار میکنم که از هفته آینده، از روز جمعه آینده، ساعات پخش برنامه های تلویزیون جوناس تیوی برای بهبود کیفیت آن و برجسته تر کردن برنامه های زنده تغییر می کند. در حال حاضر برنامه ها به صورت 8 ساعت تنظیم می شود و این 8 ساعت در 24 ساعت سه بار تکرار می شود. از هفته آینده برنامه ها 6 ساعت خواهد بود و 4 بار در 24 ساعت تکرار خواهد شد. کاهش 2 ساعت برنامه به هیچ وجه شامل برنامه های اصلی و زنده تلویزیون نیست، بلکه آن 2 ساعت عمدتاً به پخش بعضی از فیلم ها و پر کردن فاصله برنامه ها بود که حذف می شود. برنامه فارسی تلویزیون جوناس تیوی و صحبت من نیز هفته آینده 1 ساعت دیرتر از زمان که امروز شروع شد شروع خواهد شد. بنابراین از هفته آینده برنامه 1 ساعت دیرتر شروع می شود و همون مدت 1 ساعت و نیم ادامه پیدا کنه. اما در مورد بخش دوم صحبت امروز، در آغاز برنامه گفتم که راجع به بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان با شما سخن خواهم گفت. هموطنان عزیز، از روزی که حسن روحانی به تبریز آمد و با یک ویدیو کنفرانس بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان را در خانه محقر و قدیمی پروین اعتصامی در افتتاح کرد و اعلام نمود که با تأسیس بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان، وعده ای را که در دوره انتخابات ریاست جمهوری به مردم آذربایجان داده بودم برآورد می شود. تشکیل این بنیاد و اظهارات حسن روحانی و همچنین صفیپور مسئول این بنیاد باعث شده است که در میان فعالین حرکت ملی آذربایجان اعتراضات مشخصی برای این مسئله انجام بگیرد. صاحب نظرانی که در مصاحبه های رادیو تلویزیونی یا در نوشته های خودشان به این مسئله اشاره کردند، بدون استثنا همگی تشکیل این بنیاد را نوعی در واقع فرافکنی و به فراموشی سپردن اصل مسئله که تشکیل فرهنگستان زبان ترکی و آذربایجانی بود می دانند. تشکیل بنیاد آن شعار اصلی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد و از نظر من تشکیل بنیاد، تشکیل فرهنگستان زبان ملی و زبان ترکی و آذربایجانی بیش از هر زمان دیگر به خواسته برحق آذربایجانی ها تبدیل خواهد شد و تبدیل می شود. اما از نظر اصولی کسی نمی تواند با تشکیل یک بنیاد مخالفت بکند. بنیادهای فرهنگی در دنیا بسیار متداول هستند و خدمات ارزشمندی را نیز انجام می دهند. من آرزو دارم که روزی برای هر شاعر، هر نویسنده، هر شخصیت علمی و فرهنگی و تاریخی آذربایجان یک بنیاد معتبر نیز تأسیس شود.
وظیفه بنیاد اساساً برجسته کردن شخصیتی است که بنیاد به نام آن تأسیس شده است و خدماتی که انجام می دهد عمدتاً برای توسعه فرهنگی، حمایت از کسانی که در احتیاج به حمایت فرهنگی دارند و همچنین تهیه بورس برای دانشجوها یا انتشار آثار کسی که بنیاد به نام اوست اختصاص می‌یابد. این بنیادها که در کشورهای ترک زبان نیز متداول است و به صورت به نام وقف یا وقف که همون در عربی هستش شناخته می شوند. این بنیادها یا وقف‌ها فعالیت‌های مشخصی انجام می دهند و به هیچ وجه با فرهنگستان یکی نیستند. در نتیجه تأسیس یک بنیاد و مطرح کردن اینکه با تأسیس این بنیاد خواست اصلی که همون تشکیل فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی بود تحقق پیدا کرد، نوعی عوام فریبی و به طور آشکار توهین به شعور ملی آذربایجانی است. کاش این بنیاد به نام خود پروین اعتصامی نامگذاری می شد. پروین اعتصامی که هم خود و هم پدرش یوسف اعتصام از خادمان بزرگ فرهنگ آذربایجان هستند. هرچند که هر دو عمدتاً به زبان فارسی نوشتند ولی این مسئله از ارزش آنها کم نمی کند. پدر پروین اعتصامی اولین کسی است که چاپخانه حروفی در تبریز تأسیس کرده، روزنامه تجدد به وجود آورده و برای آموزش زنان و همچنین تأسیس مدارس دخترانه خدمات بزرگی انجام داده و خود در واقع پروین اعتصامی محصول همون دیدگاه متجددانه و مترقیانه بوده که میخواست زنان نیز در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دوش مردان و برابر با آنها نقش داشته باشند. شاید طنز تاریخ است که حسن روحانی بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان را در خانه کسی افتتاح می کند که خود از مخالفان اصلی فرهنگ تحمیلی بود. شعر معروف پروین که می گوید فرهنگ ما برای جهالت فزودن است، مأمور زشت بودن و زیبا نمودن است. در بسته باد مدرسه‌ای که قصد آن بر روی ملتی در ذلت گشودن است. در هر حال حسن روحانی نمی تواند با تأسیس یک بنیاد که به ظاهر این بنیاد نیز تشریفاتی است، زیرا هیئت علمی و همچنین هیئت امنای آن مشخص نیست. در تمام دنیا وقتی بنیاد فرهنگی تأسیس می شود مؤسسین آن همان در واقع کسانی هستند که به عنوان هیئت امنا، هیئت امنای چون بنیاد را تشکیل دادند و از خادمان فرهنگ محسوب می شوند و شایستگی تأسیس یک بنیاد فرهنگی را دارند. اما چیزی که حسن روحانی تشکیل داده بیشتر به نظر می رسد برای رفع تکلیف، برای مسخ یک شعار و برای انحراف افکار عمومی بوده، زیرا آنچه که تشکیل داده اولا وزیر ارشاد جمهوری اسلامی رئیس این بنیاد شده است، یعنی علی جنتی رئیس این بنیاد شده است، استاندار آذربایجان سرپرست این بنیاد شده است و صفیپور رئیس اداره ارشاد آذربایجان رئیس این بنیاد شده است.
مسئول محلی این بنیاد شده است. این سه آدم سیاسی و غیر فرهنگی مسئول در واقع این بنیاد را تشکیل دادن و هنوز معلوم نیست که کدام شخصیت های فرهنگی آن را اداره خواهند کرد. صحبت هایی که سفیپور انجام داده است بعد از تشکیل این بنیاد نشان می دهد که بنیاد هدف غیر فرهنگی را دنبال می کند، زیرا او گفته است که زبان ترکی محور برنامه های بنیاد نخواهد بود. دوم گفته است که تزیه طلب ها و پان ترکیست ها به بنیاد راه داده نخواهند شد. این اظهارات چند نکته جدی را روشن می کند. یکی اینکه در واقع این بنیاد اگر بودجه‌ای برایش اختصاص داده شود و بخواهد فعالیت بکند، عمدتاً برای ترویج آن چیزی است که حکومت تهران آن را زبان آذری می نامد و اگر از کسانی تذلیل خواهد کرد، عمدتاً کسانی هستند که به فرهنگ فارسی در آذربایجان خدمت کردند، یا به قول حافظ قصد این بنیاد ترکان پارسگوست، ترکانی که به پارسی خلاقیت انجام دادند. با این مسئله مخالفتی وجود ندارد. بسیاری از شخصیت های تاریخی فرهنگی آذربایجان به زبان های دیگر به غیر از ترکی آثار خود را نوشتند. مشکل اینجاست که امکان دارد خادمان فرهنگی را به بهانه تزیه طلب بودن یا پانترکیس بودن طرد بکنند و این بنیاد به یک بنیاد مبارزه با فرهنگ آذربایجان تبدیل شود. اگر بنیاد فرهنگی است نباید موضع‌گیری سیاسی بکند. مسئول آن نباید به اصطلاح در آغاز شروع آن این چنین بخواهد شمشیر را از رو ببندد و هر کسی را که با او مخالف است به عنوان تزیه تلف و پانترچیست ترک بکند و بنگاه ایجاد شده یا به اصطلاح بنیاد ایجاد شده را به یک مرکز مبارزه با خادمان فرهنگی آذربایجان تبدیل بکند. همکنون تعداد زیادی از فعالین فرهنگی آذربایجان به خاطر دفاع از فرهنگ و هنر آذربایجان و زبان ملی آذربایجان یعنی ترکی آذربایجانی زندانی هستند. درست این بود که اگر حسن روحانی میخواست کاری برای فرهنگ آذربایجان انجام بدهد، این خادمان فرهنگی را از زندان آزاد بکنند و نگاه امنیتی را به مسائل فرهنگی کنار بگذارند. و اما سفیپور که این چنین حرف میزند جای چه کسی نشسته است؟ اداره ارشاد اسلامی در تبریز چه وظیفه ای را انجام می دهد؟ طی 36 سال گذشته وزارت ارشاد و شعبه آن در آذربایجان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع به غیر از سانسور فرهنگی کار دیگری انجام نداده است. این بنیادی که تشکیل شده توسط این اداره ای که کارش سانسور افکار و فرهنگ و زبان ملت آذربایجان هست، نمیتواند وظیفه یک بنیاد فرهنگی متداول یا به طور کلی شایسته را انجام بدهد و مسئولین آن
عموما آدم های غیر فرهنگی، حتی ضد فرهنگی و همه ماموران دولتی و مقامات اداری هستند. بی مناسبت نیست به یک واقعه تاریخی اشاره بکنم. این مسئله وزارت ارشاد و همچنین اداره ارشاد تبریز را نیز روشن می کند، وضعیت آنها را روشن می کند. با سقوط رژیم پهلوی طرفداران انقلاب در همه ادارات اسامی سواجی های اون اداره را شناسایی می کردند تا خبرچین ها و کسانی را که به جای کار کردن آدم فروشی می کردند بشناسند و اگر اقدام زشتی انجام دادن یا خیانت مشخصی انجام دادن از کار برکنار بکنند. به طور کلی پاکسازی سواچی ها از ادارات دولتی جزء وظایف دولت مهدی بازرگان شده بود. بر همین اساس در همه شهرها طرفداران انقلاب اسامی سواچی های آن منطقه را منتشر می کردند و در ادارات به شناسایی سواچی ها می پرداختند. در تبریز هنگام بررسی دفاتر اداره فرهنگ و هنر آذربایجان مشاهده شد که هیچ کسی در آنجا به عنوان سواچی در دفاتر ثبت نشده است. این مسئله با اینکه اداره فرهنگ و هنر آذربایجان کارمندان زیاد و تشکیلات اداری گسترده‌ای داشت مایه تعجب بود. با بررسی دفاتر خود سواچ در تبریز مشخص شد که اداره فرهنگ و هنر آذربایجان از ادارات زیر مجموعه سواچ بوده، یعنی اداره فرهنگ و هنر آذربایجان شعبه ای از خود اداره سواچ در آذربایجان بوده است و چون همه کارمندانش بدون استثناء سواچی و انتخاب شده از طرف سواچ بودند، لذا ضرورتی ندیده بودند تا ماموران خاصی به نام سواچی برای کنترل کارکنان آن اداره انتخاب بکنند. یعنی اداره ای که نام فرهنگ و هنر را یدک می کشید شعبه ای از سازمان امنیت رژیم شاه بود و کارش شناسایی هنرمندان، نویسندگان و فعالین فرهنگی و سپردن آنها به دست جلاد بود. بعد از سرکوبی جنبش طرفداران شریعت مداری و بعد از سقوط دولت مهدی بازرگان، حزب اللهی های طرفدار خمینی در همه ادارات از جمله ادارات آذربایجان مسلط شدند و خمینی در یکی از سخنرانی هایش اعلام کرد که میزان حال افراد است. یعنی اگر کسی در گذشته سواچی بوده مهم نیست، مهم این است که امروز از انقلاب اسلامی دفاع می کند یا با آن مخالفت می کند. بر همین گفته تمام سواچی ها دعوت به کار شدند و اداره اطلاعات و وزارت اطلاعات به وجود آمد و اداره فرهنگ و هنر آذربایجان نیز به اداره ارشاد اسلامی تغییر نام داد. آقای سفیدپور امروز
در جای همان سواچی ها نشسته، همون کار را می کند، با لعاب دینی و با تعصب کور مذهبی. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان نیز اکنون شعبه ای از وزارت اطلاعات است. کارش ممیزی آثار و زیر نظر گرفتن نویسندگان، هنرمندان، شعرا و خادمان فرهنگی آن ملت است. هرچه وظیفه وزارت ارشاد و سابقه تاریخی آن مشخص شد، دیگر بر کسی پنهان نمی ماند که نگاه امنیتی حکومت در تهران نسبت به مقوله زبان و فرهنگ در آذربایجان نه تنها بعد از انقلاب برطرف نشده، بلکه به شدت تشدید شده است. اظهارات صفیپور رئیس اداره ارشاد تبریز در مورد فعالیت‌های بنیادی که حسن روحانی تشکیل داده است تماماً رنگ بوی امنیتی و اطلاعاتی دارد و از یک امنیتی نمیتوان اظهارات ادبی و هنری را شنید. در هر صورت تشکیل این بنیاد نوعی فرافکنی، نوعی در واقع تلاش برای بیرنگ کردن شعار اصلی فرهنگیان آذربایجان، یعنی تشکیل فرهنگستان زبان ترکی آذربایجان است. اما مسئله تشکیل فرهنگستان از چی به خواست آذربایجانی ها تبدیل شده است؟ تشکیل فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی، زبان ترکی آذربایجانی که یکی از برجسته ترین شاخه های زبان ترکی مادر هست، یعنی از 20 شاخه بزرگ زبان ترکی، زبان ترکی آذربایجانی یکی از غنی ترین و اصیل ترین شاخه های زبان ترکی مادر است، از مدت ها مورد نظر فرهنگ دوستان آذربایجان بوده. شاید با بررسی های تاریخی بشود ریشه این تشکیل فرهنگستان را به زمانهای قبل از مشروطیت برد که نوعی بیداری فرهنگی در آذربایجان به وجود آمده بود. در دوره پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان تلاش برای تشکیل آکادمی علوم زبان شروع شده بود، ولی سقوط فرقه این امکان را از بین برد، تا اینکه در دهه‌های اخیر در سال 2000 تعدادی از دلسوزان و خادمان فرهنگی آذربایجان زیر نظر مرحوم جواد هیئت در تهران سمینار ارتوگرافی زبان مادری را تشکیل دادند. این سمینار برای درست نویسی زبان ترکی آذربایجانی و تصویب بعضی از قوانین برای هماهنگی و جلوگیری از پراکنده نویسی در املا و انشاء زبان ترکی آذربایجانی. استادان شرکت کننده در آن سمینار تصمیماتی اتخاذ کردند که همکنون به کار برده می شود و اغلب آذربایجانی هایی که زبان ترکی آذربایجانی را با الفبای عربی می نویسند مصوبات سمینار ارتوگرافی زبان مادری را رعایت می کنند. اما در همان سمینار برای شرکت کنندگان روشن شد که زبان آذربایجانی با غنایی که دارد، با گستردگی که دارد، با میلیون ها
آذربایجانی که به این زبان تکلم میکنند و مینویسند یا میخوانند احتیاج به یک مؤسسه معتبر، ثابت و علمی دارد که صاحب نظران در آنجا به صورت تمام وقت بنشینند و برای برطرف کردن نواقص نوشتاری زبان ترکی آذربایجانی و بروز کردن بعضی از لغات جدید فعالیت بکنند. این چیزی که در تمام دنیا متداول هست و آکادمی علوم زبانی و فرهنگی نامیده می شود. یکی از قدیمی ترین آنها آکادمی زبان فرانسه است که تاریخ 200 ساله دارد و عضویت در آن آکادمی بالاترین مقام ادبی در این کشور محسوب می شود. تعداد اعضای آکادمی فرانسه ثابت هستند و برجستگان ادبی که کاندید عضویت در آکادمی می شوند فقط زمانی به عضویت آکادمی در می آیند که یکی از اعضای آن از دنیا می رود. یعنی این مقام یک مقام تشریفاتی نیست، بلکه در واقع پالایش، بقا و تکامل زبان یک ملتی را پاسداری می کند. چنین مؤسسه ای احتیاج به کارشناس، کادر ورزیده و آلمان بزرگی دارد که تمام وقت در آنجا مشغول به کار باشند و زبان ترکی و آذربایجانی را از هر جهت اصطلاح جلا ببخشند. این آکادمی که در ایران به صورت فرهنگستان در واقع متداول شده است، وظایفش بسیار فراتر و بیشتر از وظایفی است که یک بنیاد فرهنگی که وظیفه مشخص و محدودی را انجام می‌دهد دارد. بنیاد فرهنگی می‌تواند به نام فرد، به نام جریان یا به دلایل مشخصی تشکیل بشود و در آن حوزه فعالیت خود را متمرکز بکند. ولی فرهنگستان در واقع یک اداره رسمی است با کارمندان، کارکنان و صاحب نظران رسمی که کار تدوین اصول درست نویسی و درست خوانی یک زبان را انجام می دهند. در جریان بحث زبان مادری مطرح شد که معلوم شد که بسیاری از مسئولین حکومتی فرق بین زبان مادری، آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری را نمی دانند و اکنون با تشکیل فرهنگستان، به جای فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی، تشکیل بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان چنین شک ایجاد می کند که گویا بعضی از مسئولین حکومتی فرق بین فرهنگستان و بنیاد فرهنگی را هم نمی دانند و این فاجعه هست برای ملت هایی که با سیاست های این حکومت مجبورن زندگی بکنن. هموطنان عزیز، صحبت امروز من در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید.